از هر کشور یک بازیکن خفن. امروز دو تا گردونه درست کردیم، توی یک گردونه همه پستای فوتبال گذاشتیم و توی یک گردونه 30 تا کشور. اول گردونه پستا رو می‌چرخونیم و هر پستی که در بیاد، مثلا مهاجم، میریم سراغ گردونه کشور رو. اگه شانسمون خوب باشه و پرتغال در بیاد، رونالدو میاد توی ترکیب. اما اگه شانسمون بد باشه، کلی بازیکنای دریوری میان توی تیممون و مقابله بهترینای دنیا شکست می‌خوریم. میریم سراغ پست اول ببینیم که چی در میاد. ان شاءالله مهاجم در بیاد. نه دروازه‌بان نه، دروازه‌بان نه، جلوی تو دروازه‌بان نه. وو، حالا از این گردونه هر کشوری در بیاد باید دروازه‌بان رو از اون کشور انتخاب بکنیم. این دروازه‌بان جان فرانسه. پس تری رفتیم سرچ کردیم بهترین دروازه‌بان تاریخ فرانسه تا ببینیم بهترین دروازه‌بانشون کی بوده. اما از اونجایی که فرانسه گزینه خیلی خفنی نداشت، یا بعد مگنون رو میآوردیم یا هوگو لوریس. و به خاطر اینکه مگنون اوورالش بیشتر بود، وارد ترکیب شد. آقا برو سراغ مهاجم، برو سراغ مهاجم، من رونالدو رو باید بگیرم. نه دفاع وسط نه، همین هافبک خوبه. هافبک حالی. یک کشور درست حسابی ببین، یک هافبک درست حسابی مسی هم بگی میتونم بذارم. سنگال. پس سرچ کردیم بهترین هافبک تاریخ سنگال ببینیم بهترین بازیکنشون چیه. اما از اونجایی که خیلی بازیکن سنگال رو نمیشناختیم، دنبال گزینه‌های متفاوت گشتیم و تا یکی رو پیدا کردیم. ادریسو گانا. پس رفتیم خریدیمشو مستقیم. وارد ترکیب شد. عزیزم مهاجم شما نمیخوای بدی، یه دونه مهاجم داریم، رونالدو رو بده بریم دیگه. باز دوباره هافبک چراغه. ببین این آرژانتینو بده، هافبک آرژانتینو بدی دستتو میبوسم. تو رو خدا تمه چر خدا شکرت. پس رفتیم سرچ کنیم بهترین بازیکن آرژانتین که یادم اومد، خب لیونل مسی دیگه. راست میگه دیگه، لیونل مسی. پس بدون اینکه سرچ کنیم لیونل مسی رو بجای ای ام اف وارد ترکیب کردیم. این سی ام اف، ببخشید ای ام اف. این عزیزم یک مهاجم پرتغالی به اسم کریستیانو، نه دفاراست، رامین رضایان بهترین گزینه است ایران بیفته. دفاراست کی خوب داریم؟ الکساندر آرنولد. کجایی ها؟ انگلیسی. اینو بده شما. انگلیس الکساندر آرنولد. مکزیک کدوم قریاقه. پس دوباره رفتیم سرچ کردیم و تو اینترنت خیلی گشتیم، اما از اونجایی که هیچ گزینه گیرمون نیومد، تیم ملی ایران آورد احمق، من زدم مکزیک. پس مجبور شدیم بریم توی بازی رو سرچ کنیم تا بهترین آرمیشون رو پیدا کنیم، که دیدیم سانچز و وارد ترکیب شد. بیشور یه مهاجم بده. بیشور مهاجم نداریم. همینجا وایسا، بوس بر اون کله آقای ادیتور. خب مهاجم دستمون بازه، میتونه همه جا رو بهمون بده، فقط امیدوارم حوزه خلیج فارس بهمون نده. خواهش میکنم حوزه خلیج فارس، خواهش میکنم. پس بدون اینکه نیاز به فکر کردن باشه، کریستیانو رونالدو پرتغالی وارد ترکیب شد. خدا وکیلی ادیت نبود آقا، ادیتور شاهد من پازم نکردم. این دیگه هر چی دوست داری بده، دیگه هر چی دوست داری، اصلا خلیج فارس، خلیج هر جا دوست داری بده. وینگر برزیل باید بگیریم. خب وینگر گزینه های زیادی داریم، کره هم بده، حتی خوب سونا میتونیم بگیریم. قطر اکرم افی بی پدرم هست. کیه داره من پیام میده بیشور؟ آجی الان که دارم زیاد نگاه میکنم میبینم وینگر خیلی خوبم نداره همه کشور، یه دونه برزیل هست و کره و جدی وینگر چقدر کمه. مثلا یه جای درست حسابی لطفا. نه این به جز آلفونسو دیویز اصلا بازیکن ندارن اینا. پس رفتیم سرچ کردیم بهترین مهاجم کانادا، اما چیزی دستگیرمون نشد و بعد توی بازی پیداش میکردیم. 72 عالی شد، عالی شد. پس بهترین وینگر کانادایی همارا ترکیب شد. یه دفاع بده، من شجاع خلیل‌زاده رو بردارم بیارم تو ایران. در سوخت دارم میگم دفاع بده، هافبک داری میدی به من. هافبک همه جا خوب داره، هر جا میخوای بدی بده، اصلا دستتو باز میذارم. قارمون شکل داداش. اینا سرچ کردن رو خود شما دیبروینه اینو دارم میگم. پس بدون اینکه نیاز به سرچ کردن باشه، کوین دیبرونی به عنوان هافک بعدی وارد ترکیب شد. وینگر، او وینگر کم داریم جان، ناموس دیونه برزیل بده بریم دیگه. یه برزیل نشه، یه برزیل ریدی. نه وینگر سون رو برمی داریم میاریم. اما با این حال رفتیم توی ای فوتبالمون بگردیم ببینیم که بهتر از سون هم پیدا میشه یا نه، که نداشتیم و همون سون هیوگ مینو به عنوان وینگر بعدی آوردیم تو ترکیب. همه دفاعمونم فقط. اوه اوه اوه، وضعیت خطریه. حوزه خلیج فارس به هیچ عنوان نده، دفاع وسط شجاع خلیج زاده، ولی من میارمش. ببین فقط ایران بده. ایران کو؟ ایران اوروگوئه بد نیست. از اونجایی که دفاعی اوروگوئه رو خیلی نمیشناختیم، سرچ کردیم بهترین دفاعهای اوروگوئه تا ببینیم چی میاره. کلا سه تا گزینه خفن واسمون آورد که از اون سه تا گزینه فقط یک گزینه رو داشتیم به اسم دیگو، که هرچی گشتیم توی این فوتبال اون گزینه رو پیدا نکردیم و به جاش آراوخو رو وارد ترکیب کردیم. همین دو تا گزینه مونده، دفاع چپ دفاع راست. اما وسط دفاع چپ ژائو کانسلو رو بده بگیریم جان، هر کی دوست داری دفاع چپ. احمق بیجور، حالا یه دفاع وسط. شجاع خلیج‌زاده رو بسیار خواهانم، اگر نبود هلند، اگر نبود انگلیس، همین این سه تا. ببین یه فندایش بده یا یه راموس اسپانیا. عالی شد. کامرون. پس سرچ کردیم بهترین دفاعی کامرون، اما از اون عکسی که واسمون آورد هیچ کدوم از بازیکناشو توی بازی نداشتیم. اما توی بازی سرچ کردیم دیدیم که یک بازیکن خفن داریم.
جان داریم که یه دونه. پس مستقیم اومد تو ترکیب و بازیکن بعدی دفاع چپ. بابا ژاو کانسلو کجایی هست از همه نمیدونم. اون اوکراینی زینچنکو، این کجاییه؟ پرتغالی. خب اصلا زینچنکو رو ژاو کانسلو نمیتونیم بگیریم. دوست عزیز جان هر کی دوست داره چیزی بده تموم کردی کار راستن در حق من. برزیل دو چپشون کیه؟ الکساندرو از آخرین بازیکن وارد ترکیب شد. حالا با تیمی که از همه کشور رو چیدیم به سمت بازی اول میرویم. اولین حریف دیویژن دو یا حضرت عباس. ما خودمون سیم. این ترکیب ما هم ترکیب حریف. صد باختیم به این. برو بریم دو چپ خلاص خالی رو بگیریم. یا حضرت اوه بگیرش. او بگیرین اونو بگیر اینو بگیر دریب نزنه ما رو بگیر دریب نزنه بگیر دریب نزنه تیر یا عبد فس یا عبد فس بگیرش بگیر ازش بگیر چرا داره مانوف میده تو دیبرون شوت تیر دروازه رونالدو اوی 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 ایونو مسی شوتش بده بیاد رونالدو گام شما رو دیگه از اونجا که داشتیم بعد بازی میکردیم باید یه سری تغییرات تو ترکیب انجام میدادیم تا بتونیم گل بزنیم. بده رونالدو شوتش کن. رونالدو شوت بالاخره یه گل میزنیم. اینه تعویض طلای بین دو نیمه. میبریم به سمت چپ میتونیم ارسال بکنیم حتی میبریم واسه ارسال سانت روس پاسکاریو زیبا همون میتونیم ارسال بکنیم رو سر رونالدو مسی بده پاسو رونالدو برو آفساید نباشه آفساید نیست رونالدو وای گل چه تو رو خدا گل چه نه پس بده اونور حالا اون به رونالدو رو همین نزه شوتو بزن چه گلی میشه مصطفی میکنه حالا کارو کوی دی بروینه بگیر اونور رو بگیرش دف هت تو رو خدا هت اوه خطریه خیلی خطریه بگیر اونو بگی تو هم بگیرش اوه مساوی کردیم چرا؟ بازی اول مساوی میکنیم و فقط یک امتیاز به دست میاریم. اما از اونجایی که تغییرات نیمه دوممون خیلی خوب جواب داده بود همون تغییرات رو انجام دادیم و به سمت بازی دوم رفتیم. حریف دوم ایران جان چقدر منتظر بودم کره جنوبی. بازیکنتون تو تیم من اما ترکیب حریف بی پدرانه هجومیه. بی پدر چرا کن دیگه؟ نرو تو پاش بذار بیاد اینجوری بگیریمش. خودشون میده سون هیون مین حرکت میکنه اونجا سون هیون مین به سمت دروازه خودشون داره حرکت میکنه سون ارسال تیر دوم گل نیست. واسه میدیم ارسال واسه سون هیون مین هدو میزنه گل نمیشه اون رونالدو ریباند. رسوگانا جلو میرسونه رونالدو تا استوب کرد بعد بری تو پاش. خب نمیشه اینجوری. ببین نرو تو باش غلط کرد. بگیرش اکتون سرت کنن آخه بگیر اونو به لیونل مسی میرسونه به وسط. حالا از اونجا کوین دی بروین بگی جلوشو آی سه بار تیرک خورده دفع کن. خطریه سون ارسال رونالدو گل به خودیه. لیونل مسی را میندازه اونجا باز کنه قشنگو چی آفساید گرفتی باورم نمیشه. انگشت شست پاشو آفساید گرفت. از رودیگر رد میشه کریستیانو رونالدو بعد بره تیر دوم. من نمیدونم چی داره چیکار میکنه رونالدو. کریستیانو رونالدو میچرخه همون شوت سون هیون مین تو رو خدا کنه اینجوری میزنی. اگه این گل نشد هر چی دلت خواست بگو. وای دی بروینه پاسشو میده حرکت میکنه دی بروینه کاتمه رونالدو میتونه بره کریستیانو رونالدو زد همه رونالدو تک به تک رونالدو پاسش به این طرف نرسید. بده من بابا تیم ملی ایران دفاعش قدره. سون هیون مین اونجا راه میفته. حالا لیونل مسی رو راه میندازه جلوتر. لیونل مسی میره به سمت گوشه ها توپ همچنان نگر را چه مسی میتونه ارسالش بکنه یا اینکه نگرش داره لیونل مسی. یه دبل تاچ لب خط ارسال سر اومد میزدیم تمام بازی رو یک بر هیچ میبریم. با درخشش مکنون تیم ایران یک بر هیچ کره رو برد. پس رفتیم سراغ بازی سوم. حریف بعدی دیویژن 3 عالیه. بارسلونا چرا همش داره بارسلونا میفته و اما ترکیب حریف بی پدر هیچ نیست.
مسی نیمار پارمون میکنن. توره سو گذاشت نوک یارو. برو ما بعد این بارسلونا رو ببریم. اونجا بازیکن ما حرکت میکنه، لیونل مسی داخل عمق، بعد رونالدو رو راه بندازه، کریستیانو رونالدو چه گلی دقیقه دو. حالا اینجا چی؟ رونالدو حرکت میکنه اونجا، کریستیانو رونالدو حرکت قشنگش، رونالدو شوتو میزنه، گل بعدی دقیقه 7. بده من شب خالیه، شب رو راه بنداز، کریستیانو رونالدو بیا، رونالدو بیا، رونالدو تیر دو سون سرش دیگه رو وسطو دیگه، خودم مسی نیادا نشوته. آقا میگیرم میزنم اتا، بده من توپو. اوه خالی شده دفاع. وای اون چی الان شما سلکت کردی اونجا؟ الان مثلا اون میتونه گل بزنه. زرشک و رونالدو واسه کریستیانو رونالدو بدون اینکه آفساید باشه، از همون رونالدو شوت. وسط کاملا خالیه. بزنش نزا بره. داره میره. یو الله از یه گوهایی داره میخوره یارو، من مطمئنم. سونو بر گوشه تر به نشون میدم الان این همین یه ریزه چه تغییری میده تو تیم. اوه هالند اوورد، یا ابوالفضل مارادونا و هالند اوورد تو. پاسکاری های قشنگی رو انجام دادیم، به سمت چپ میرسونیم اونجا بازیکن مکزیکی، توپ همچنان نگه داشته، یه سر توپ میزنه میاره رو به جلو، ارسالش میتونه بکنه بازیکن مکزیکی، رونالدو برگردون نشد. مارادونا رو بگیر آقا. عمو یک پاس به سونیون تو فرانه نگر روشه به سمت داخل بخواد بیاره، به سمت گوشه. حالا میریم ارسال بده بشه روی دروازه، روی تیر دو فوم. وای خطری شد. خدا شاهده خطریه، خدا شاهده مارادونا خطریه. وای خدا. ارسالش کن، ارسال رونالدو میتونه گل بشه تو دروازه است. ایران باخت نمیده. وای خیلی چپ و راست داره میکنه یارو، بازی آخرم میبره تیم ملی ایران، بهش کسی بازه هتریک رونالدو. اگه از این ویدیو لذت بردین حتما این رو تا ویدیو هم ببینین. دمتون گرم.